هزینه اجرای اسکلت بتونی توی آذر سال 1404 چقدر میشه ببین من خودم الان دارم این ساختمان میسازم و هزینه می دقیق و بروز تک تک مصالحش رو توی این محاسبات کاملا اعمال کردم و الان اگر بخواید ساختمون بسازید توی این ماه کامل طبق همین محاسبات میتونید انجام بدید ببینید هزینه توی اسکلتتون چقدر میشه مثالی هم که براتون زدم مثال 5 طبقه روی پارکینگ هستش که ما فرض کردیم که 5 طبقه 200 متری با پارکینگ میخوایم بسازیم یعنی 5 طبقه با یه دونه پارکینگ ببین با هم دیگه حساب بکنیم ببینیم این هزینه چقدر برای ما توی این ماه تموم میشه خب مورد اولی که باید محاسبه بکنیم ببینیم ما تک تک این قسمت ها رو بگیم با هم دیگه محاسباتش رو انجام میدیم که ببینیم چقدر هزینه برمی داره مثلا میلگرد بتون یونودی تیرچه میلگرد های حرارتی تک تک اینا رو حساب کردیم براتون ما قسمت اولش محاسبه مقدار میلگرد مصرفی هستش به ازای هر یک متر مربع اسکلت بتونی حدود 40 تا 50 کیلوگرم میلگرد مصرف میشه که این کاملا بستگی به طراحی و فاصله ستون ها اون منطقه‌ای که شما دارید ولی بهتره هم 50 کیلوگرم و شما توی محاسباتتون لحاظ بکنید قیمت هر کیلوگرم میلگرد تحویلی هم بسته به کارخونه بین 43 تا 47 هزار تومن هستش هر چقدر سایز این میلگرد هایی که شما اینجا دارید بیشتر میشه معمولا سایز 14 به بالاترین 14 16 و 18 20 22 به بالاتر میشه قیمت میلگرد کمتر یعنی 43 هزار تومن میشه ولی سایز هایی کم مثل سایز 8 خصوصا و 10 سایزش در واقع سایزشون کمترین چه قیمتش بیشتر میشه 46 هزار تومن الان قیمتش هست این 47 هزار تومن یا 43 هزار تومن که بهتون گفتم این قیمت تحویلیه یعنی از کارخونه سفارش بدید بیاد اینجا کرایش هم حساب کردیم تخلیش هم حساب کردیم براتون یعنی چیزیه که خالی میشه. میشه توی کارگاه شما و پس هزینه در واقع میلگرد قیمت میگه به این 43 تا 47 ماه بیشترینش رو در نظر میگیریم 6 تا سقف داریم دیگه 5 تا یه پارکینگ بود که میشه 6 تا سقف که زب در 200 متر مساحت هر سقف بود که میشه 1200 متر مربع زیر بنا ما داریم توی هر یک متر مربع 50 کیلوگرم میلگرد مصرف میشه این میلگرد برای هم فونداسیون هستش یعنی میلگرد فونداسیون هم حساب کردیم چون آپارتمان سازیه میلگرد فونداسیون و میلگرد هایی که توی ستون استفاده میشه و تیرها استفاده میشه میلگرتای های حرارتی و اتکا و مامان منفی جدا حساب کردیم بس میلگرد فونداسیون ستون و تیر و تقویتی ها و راه رو توی محاسبات لحاظ شده 50 کیلوگرم شده 6 تا سقف تا 1200 متر 1200 متر و زبدر 50 کیلوگرم میلیت میکنی میشه 6000 کیلوگرم 6 تون میلگرد میشه تو این ساختمان که 6000 کیلوگرم از قبل داره قیمت چهله هفده هزار تومن میلگرد تخفیلی شما باشه میشه دو میلیارد و 200 میلیون توان قیمت کل میلگردی که باید حتما خریداری بکنید قسمت دوم محاسبه مقدار بتن هستش بتن مصرفی بعد و پمپ یعنی شما بتون رو که خریداری میکنید هزینه ی حملش رو پرداخت میکنید و ساخت بتونش رو اما اینکه بیاد پمپش بکنن با دستگاه ها از شما جداگونه می‌گیرن و آزمایش های که حالا وجود داره به ازای هر یک متر مربع اسکلت بتونی حدوداً چهار دهم متر مکب بتن مصرف میشه یعنی هر یک متر مربع یک متر مربع اسکلت بتونی بزنی بتنی که توی فونداسیون ستون و سقف استفاده میشه چهار دهم متر مکعب هستش یعنی چی؟ یعنی در واقع این تقریبا نیم متر مکعب بتون مصرف میشه حالا ما اینجا زیربنای ما 1200 متر مربع بود زب در چهار دهم ده بکنید میشه 480 متر مکعب بتون مصرفی ما 480 متر مکعب بتون مصرفی زب در قیمت الان بتون تقریبا با توجه به ایارش 3 میلیون 200 حساب بکنید میشه 1 میلیارد و 536 میلیون قیمت بتونه شما حالا اینجا هزینه پمپ داریم ببین هر زمانی برای فونداسیون شما یه دکل میخواد یعنی یه پمپ بیاد اینجا یه دکل براتون بزنه بتون فونداسیون بریزه دوباره بیاد ستون رو بریزه براتون دوباره بیاد ستون رو در واقع سقفتون رو بریزه دوباره بیاد ستون بریزه دوباره هر سقف یعنی گونه شما باید بیاد و بتن ریزیاتون انجام بدید هر دفعه 15 دفعه تقریبا برای این سقف نیاز هستش 15 ضرب در 6 میلیون تومان بکنید تقریبا میشه 90 میلیون تومان هزینه پمپ بتونتون هزینه آزمایش بتونتون که یه بار ستون بتونه که میرسید دوباره یک بار آزمایش میخواد بتن فونداسیون که میرسید معمولا دو بار آزمایش میخواد و برای سقف هم دوباره یک بار آزمایش میخواد یعنی هر سری که آزمایش بخواید بگیرید با در واقع 14 دفعه میشه دیگه 14 بار باید آزمایش بگیرید هر بار آزمایش الان 3 میلیون تومان از شما میگیرن که میشه 42 میلیون تومان آزمایش بتونه شما 80 میلیون تومان هم هزینه یک قضا سیم آرماتوربندی و میخ میشه سیم آرماتوربندی 15 کیلوگرمی هستش الان تقریبا یک میلیون هزینش میشه در واقع اون میخوای که برای قالب بندی استفاده میکنند و اون قضایی که هر سقفی که باید بریزید شما باید کل پرسنلتون رو غذا بدید که اون هم هزینهش میشه 80 میلیون تومان خب اینا رو با هم دیگه جمع بکنیم این هزینه یعنی 1 میلیارد و 536 90 میلیون تومان 42 میلیون تومان 80 میلیون تومان میشه 1 میلیارد و 748 میلیون تومان هزینه کل بتونتون میشه خب بریم سراغ تیرچه یونولیت آرماتوری حرارتی به منفی اتکا هزینه تیر چهار به ازای هر یک متر مربع حدود یک و متر طول تیرچه احتیاج داریم یعنی یک متر مربع یک و متر طول از این تیرچه ها رو نیاز داریم که ما 1200 متر مربع زیر بنا داریم دیگه 1200 رو زبده یک و بکنیم میشه 1800 متر طول تیرچه احتیاج داریم 1800 متر از این طول ها یعنی مثلا 7 متری هستش این یه دونه 7 متره پس 1800 کلوی 1800 متر از این تیرچه ها رو احتیاج داریم خب قیمت هر متر طول تیجم بسته به دهانه و سایز میدیاتو و تقویت و اینا داره بین 250 تا 370 هزار تومانی که ما میانگین 350 هزار تومن در نظر گرفتیم 1800 ضرب در 350 هزار سی تومن میشه 630 میلیون تومان قیمت کل هاتون یونولیت هم توی هر یک متر مربع بدون 68 صدم یه دونه یونولیت در میاد یعنی شما مثلا 100 متر داشته باشید 100 متر ضرب در صدم میشه 68 عدد یونولیت میخواید از این یونولیت های سقفی که دو متر هسته ارزه 25 سانته و ارزش هم 50 سانتی مثل قیمت هر یه دونه اینا جنس خوبش الان 250 هزار تومن هستش که شما 1200 متر و زب در 6 سدون بکنیم میشه دونه از اینا احتیاج دارید 816 زب در 250 هزار تومن میشه 204 میلیون تومن هم یونولیت احتیاج دارید محاسبه حراتی یه آلموتوری حرارتی و ممان منفی روی سقف سادی آرماتورهای ممان منفی داریم ما بری تیرچه ها و آتکا و آرماتوری حرارتی روی میشه که روی سنولیتا قرار دادیم شه که آن هم هر به بیزای هر یک متر مربع و 5 کیلوگرم مصرف میشه که آن را هم 45000 وان قیمتش 1000 دویست متر زیر بدنا داشتیم زب در 5 بکنیم شه 6 تن یا 6000 کیلوگرم که اینم 6000 کیلوگرم زب در 45000 بکنیم قیمت اون آرماتور آتکا ممان مثبت یا در واقع حرارتی ها میشه دیویس ۱۸۲ 2 میلیون تومن موضوع بعدی هزینه دستمزد آرماتوربندی، قالب بندی و بتن‌ریزی هستش. هزینه هم آرماتوربندی، قالب بندی و بتن‌ریزی با هم دیگه که انجام بدن الان هم با توجه به منطقه تون هم متفاوته و با توجه به سقف که سقف ما تیچ بروک هستش قیمتش در حال حاضر 650 هزار تومن کار میکنن ولی این ماه ما قبلی ما 590 و 550 تومان قرارداد بستیم. اینجا 1200 متر رو به علاوه 200 متر میکنیم 1200 متر بنا داشتیم فونداسیون هم یه سقف حساب میشه این هم 200 متر میشه 1400 متر مربع زی بنازت داره 650 هزار تومن بکن میشه 910 میلیون تومن هزینه آرموتور بندی کل سقف و فونداسیون میشه از این جانبی مثل انعام مواد افزدنی مثل روان کننده ها برای ستون ها میخوای زودگیر گیر کنه دا جر سقیلی که تیر چهاتون رو به سر کار بذاری نگهبانی که حداقل چهار ماه احتیاج دارید میشه 180 میلیون تومان جمع همه این هزینه ها رو شما بزنید میشه چقدر 6 میلیارد و 174 میلیون تومان ولی کلی 120 متر رو که الان این هزینه رو تقسیم بر 120 متر زیر بنا بکنید تقریبا میشه 5 میلیون و 645 هزار تومان 5700 دیگه تقریبا درمیاد میاد پس هر متر مربع الان اسکلت بتونی با صفحه تیجه بلو تقریبا 5 میلیون و 700 هزار تومان در میاد یعنی اگه شما هزار متر بزنی 5 میلیارد و 700 بیدو تومن حزینه فقط اسکلتتون میشه یعنی فونداسیون ستون ها و سقفتون با راه بله خیلی خوشحال میشم که اگه این ویدیو برات مفید بوده لایکش کنی برای بقیه هم بفرسی. که از این قیمت ها کاملا اطلاع داشته باشه این قیمت ها کاملا واقعیه و برای پروژه پروژه خود من هستش دارم هزینه نمی بابت اینو پول پرداخت دارم می کنم حتما ویدیو رو برای بقیه هم بفرست از این قیمت ها قیمت های بروز هستش اطلاع داشته باشن اگر این سه تا برگر رو می که با کیفیت خیلی بالا برات ارسال بکنم توی دایرکت فقط کافیه کلمه اسکلت رو به تنهایی کلمه اسکلت رو بفرستید توی کامنت ها خیلی سریع این برگر رو برد بفرستم بس کلمه اسکلت رو بفرست این تا برگر سریع برات بفرستم خیلی مخلصیم